این بخش برنامه از طرف اتحادیه اروپا و انتر نیوز برای شما تقدیم گردید. اتحادیه اروپا مسئولیت محتوای آن را به دوش نمی گیرد. بله، شما بیننده بخش بازتاب کرونا از برنامه صبح و زندگی شبکه تلویزیون آریانا هستین و منتظر تماس های شما عزیزا باز هم در برنامه هستیم. اگر شما عزیزا دوست دارین که معلومات هموطنان ما را در قسمت شرایط وقایوی از ویروس کرونا افزایش بدین، پس همین لحظه سهمتان را در برنامه داشته باشین و به شماره تماس ما 0700111130 زنگ بزنین و سوالاتی که ما طرح میکنیم از شما پرسان میکنیم، شما جواب درست را بدین بر ما تا هموطنان دیگه ما که این سوالات را جوابش را نمیفهمند آگاهی بیشتر حاصل کنند. دقیقاً. حالا میریم به طرف سوال اول بخش بازتاب کرونا. ویروس کرونا تا چه مدت روی لباس میماند؟ سوالی است که در نخست همراه شما عزیزان شریک ساختیم. پس موقعیت خوب اختیار کنین، با 0700111130 تماس بگیرین و نظرات خوبتان در ارتباط با سوال همراه ما شریک بسازین. ما هم همچنان منتظر تماس های شما هموطنان عزیز ما هستیم. بله، بازم تماس برنامه رایی که شما میتونید تماس داشته باشین با برنامه ما، شماره تماس ما هست 0700111130. همین لحظه زنگ بزنین و به سوال ما پاسخ بدین که از نظر شما ویروس کرونا تا چند ساعت میتونه که روی لباس ما باشه. البته این موضوع طبق تحقیقات ثابت شده و در جریانی که ما در شرایط بسیار دشوار کرونا به سر میبردیم این موضوع کاملا آشکار شده بود که ویروس کرونا تا چند ساعت میتونه روی لباس ما باشه. دقیقاً. حالا رستم جان تماس داریم، ببینیم اولین تماس ما از کدام هموطن عزیز ما هست. سلام، صبح شما بخیر. صدای ما را از طریق تلفن بشنوید لطفا. سلام علیکم خواهر عزیز، صبح شما بخیر، صبح تمام هموطنان ما و از رستم جان بخیر. سلامت باشین. اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟ محمد یزین صادقیار از کابل شما را زحمت دادم. خوش آمدین به صبح زندگی برادر عزیز. در ارتباط به سوال ما، نظر شما چی هست؟ ویروس کرونا تا چه مدت بر روی لباس باقی میمانه؟ به نظر ما که روی لباس ها و تکباب تا یک هفته باقی میمانه و در صورتی که هفته بخوره و با آب گرم شسته شوه بهتر است و زودتر از بین میره. و چیز بسیار مهمه که هست میتونیم شما جلوگیری بکنیم از شیوع مرض کرونا، آلودگی هوا، شستن دست و رعایت صحی محیطی و شخصی می باشه که بسیار رول ارزنده داره در جلوگیری از مرض کرونا. شما زنده و سلامت باشین. تشکر از تماستان و تشکر از نظرتان. وقتتان بخیر. زنده باشین. تشکر. روز شما هم بخیر. زنده باشین. خدا حافظ. سلامت باشید. بله، تشکر میکنم از بیننده عزیز ما که تماس گرفتن به برنامه و جواب بسیار خوب بر ما دادن در رابطه با شرایط وقایع ویروس کرونا. ولی طبق تحقیقاتی که صورت گرفته گفته شده که روی لباس ویروس کرونا چندان ماندگاری نداره و زودتر از بین میره و احتمالا روی لباس های تکه‌ای، خب طبعا که لباس ها از تکه‌ای میباشه و از تکه ساخته میشده باشه، 3 الی 4 ساعت در لباس میباشه که از این بیشتر دوام نخواهد بکنه، ولی روی فلزات بیشتر این لباس این ویروس باقی میمونه. و فعلا هم تماس داریم ببینیم که کدام بیننده ما تماس گرفتن. سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح زندگی. تشکر. سلامت باشین. من هم خوب هستم و رویا جانم به شما سلام میرسونه. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟ ببخشید اسم شما چی هست و از کجا زنگ زدین؟ نام من رویاست. بسیار خوب رویا جان، هم نام همکار ما هستین. سوال ما را گرفتین شما؟ بله. خب فکر کنم که تماسشان ما از دست دادیم به خاطر از اینکه موقعیت خوب را اختیار نکرده بودن و تفلکشان هم آزارشان میدادن، اونا رو نمیگذاشتن که درست صحبت بکنن با ما. ولی به هر صورت اگر شما عزیزا دوست دارین تماس بگیرین با برنامه، لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین، یک جای آرام برین و جایی که آنتن‌دهی موبایل شما خوبتر صورت بگیره و ما بتونیم که صدای شما را بهتر در صبح زندگی داشته باشیم. بله، دقیقاً. حالا سوال دوم با هم میبینیم که در ارتباط با کرونا چه سوالی همراه شما عزیزان شریک میسازیم. به نظرتان هم افرادی که با ویروس کرونا مصاب میشوند نیاز به بستر شدن دارن یا خیر؟ زنگ بزنین و موقعیت خوب اختیار کنین، با 0700111130 تماس بگیرین تا ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم و نظرات خوبتان همچنان همراه ما شریک بسازین. به نظرتان هم افرادی که وقتی با ویروس کرونا مصاب میشن نیاز دارن که بستر شون یا خیر؟ حالا هم از ولایت تخار تماس داریم. سلام، صبح شما بخیر. و علیک بسلام، عاقبت شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. اسمتان؟
بخیر باشین. اسمون علی احمد. خوش آمدی علی احمد عزیز به اصلاب و زندگی. نظر دیدگاهتان در ارتباط به سوال ما چی هست؟ سوال ما را گرفتین یا تکرار کنیم براتان؟ یک بار تکرار کنیم مرخون چی باشن؟ به نظرتان همه افرادی که مصاب به وایرس کرونا میشن نیاز به بستر شدن دارن یا خیر؟ نه ندارن. خب از چه لحاظ ندارن؟ بله؟ از چه لحاظ نیاز به بستر شدن ندارن؟ نظرتون؟ نه ترسن نمیدارن گفتن مرا شاید بیاین که جمعا را بستر کنن دیگران دیگر پیرا دیگر نکنن شاید گفتن مرا نه خود نکنن نمیدارن نمیدارن مرون نه چیز هم گفتن تشکر سلامت باشین تشکر از نظرتون هموطن عزیز بخیر باشین خب تشکر میکنم از تماس بیننده عزیز ما خب قسمی که بر همه ما شما معلوم است و اکثریت هموطنان ما هم درست میفهمن همه مریضایی که یا همه افرادی که مبتلا به وایروس کرونا میشن نیاز ندارن که حتما باید بستری شوند تا زمانی که شما اگر خدای نخواسته مشکل تنفسی پیدا میکنین یا هم اگر اعضای خانواده شما مثلا به ویروس کرونا هستن و مشکل تنفسی می داشته باشن او زمان است که باید حتما به شفاخانه مراجعه بکنن بستری شوند تا دکتر صاحب بهتر بشن رسیدگی بکنن ولی تا زمانی که ما مشکل تنفسی نداشته باشیم مشکلات بسیار جدی بر ما پیدا نشده باشه ما نیاز نیست که به شفاخانه مراجعه بکنیم و در شفاخانه بستری شیم ولی کافی است که در خانه باشیم خودمون را قرنطین بکنیم تماس ما را با سایر اعضای خانواده کم بسازیم یا هم کاملا قطع بسازیم تا اینکه دیگران را ما مصاب نسازیم و حتی وقت غذا خوردن بسیار متوجه باشیم که غذای را هم که اعضای خانواده بر ما میفرستن باید پشت دروازه بانن و ما او غذا از پشت دروازه دوباره بگیریم که تماس اصلا با اعضای خانواده نداشته باشیم و بازم روی جان تماس داریم و میرویز جان از شهر کابل زنگ زدن سلام وقت شما بخیر بسیار خوش آمدین به برنامه بریم. سلام میرویز جان خوب هستین صحتمند تشکر سلامت باشین از کجا تماس گرفتین از ولایت کابل از بچی بسیار خوب خیلی خوش آمدین سوال ما را گرفتین شما سوالتونه؟ بله دوباره به شما تکرار میکنم که به نظر شما افرادی که به ویروس و کرونا مصاب میشن نیاز به بستری شدن دارن یا خیر؟ نیاز به بستری شدن دارن بخاطر که او کسی چی؟ علائمای خاص داره به حساب گلودردی و نفام جاندردی و تب و ای چیزا کسی هست از این چیزا دارم به اون خاطر باید او بستر شود که چیش راحت شود اگر مشکل جدی نداشته باشد به این صورت هم باید حتما بستر شود؟ نه مشکل جدی نداشته باشد نیاز به بستر ندارم آها تشکر میکنم از تماس شما وقت خوش داشته باشین خدا نگهدار خدا نگهدار تشکر بله تشکر از هموطنان عزیز ما که تو این لحظه با ما همراه بودن و همچنان زنگ زدن و موقعیت خوب اختیار کردن و نظراتشون در ارتباط به سوال همراهی ما شریک ساختن. سومین سوال ما در بخش بازتاب کرونا. آیا وایرس کرونا می تواند از طریق وسایل سلمانی شخص را مصاب بسازد؟ موضوع خیلی مهم و سوال خیلی مهمی است که همراه شما ایزان شریک ساختیم. پس زنگ بزنیم و 0700-111-130 و نظراتان همراه ما شریک بسازیم که وایرس کرونا می تواند از طریق وسایل سلمانی یا همون به آرایشگاه که میریم و یک فرد دیگه انتقال پیدا کنه یا خیر. همچنان می خواهیم که نظرات نیک شما ایزان ما در این راستا داشته باشیم. بله روی جان و بازم بیننده عزیز ما فکر کنم که تماس گرفتن بله تماس داریم روی خط هستن از برچی تماس گرفتن سلام صبح شما بخیر خوش آمدین به صبح زندگی سلام خسته نباشین خواهر عزیز شما برادر عزیز شما هم خسته نباشین سلامت باشین تشکر اسمتان اسم ما رسول است برچی زنگ زدیم در همین مورد کرونا میخواستم یک جواب بدم مهربانی مشنویم از شما همسیره محترم همین کرونایی که شما اینجا صحبت میکنید همین هوای کابل فعلی بدتر از کرونا نیست الان شما میگین بستری بشد یا نشد این حرف کو درست ولی همین هوای فعلی کابل یعنی بدتر از کرونا نیست به نظر شما هست چرا نباشه ما همیشه روی از این موضوع هم در برنامه صحبت داریم خب وقتی این هوا بدتر از کرونا باشه دیگه کی نیاز بستری دارد بذار همین مردم بانک برو دنبال غریبی شان آها یعنی که مثلا وقتی مریض هم باشم برن دنبال غریبی خود دیگران هم مصاب بسازن آقای بیرون اگر او رو بستر کنه به اینجا دخانه خب بیرون این آدم ها همه ایسی مردم های سالیم هم که هست که هوا رو که نفس میکشن مریض میشه همه کرونا دیگه
یعنی در قصه مریضی نباشیم، واقعا مریضی هست دیگه، ولی افراد غریب واقعا مجبور هستن که بیرون از خانه برن، ولی مراقب باشن از ماسک باید استفاده کنن. هوا هم دیگه کی خراب میکنه؟ ما خراب میکنیم به خاطر که مواد سوختی بی کیفیت میسوزانیم، مقصر خود ما هم هستیم. خب یه خب مشکل مسئولین باید این مسئله حل. مسئولین خب نمیتونن هوای آلوده رو در بوجی جمع کنن، این ما هستیم که نباید هوا رو آلوده بسازیم، از مواد سوختی بی کیفیت نباید استفاده کنیم. ببینید اگر مواد با کیفیت وارد بازار بشن، اگر مدیریت در بازار داشته باشد، بله گپ شما درست، ولی اینا همه بسید که کارهای خودش هست. مواد دیگه خراب که باید دیگه مردم چی کار کنند؟ یکی طاقت میتونه؟ تشکر هموطن عزیز، حتما در ارتباط به این موضوع ما باز هم مهمان می داشته باشیم و همچنان در ارتباط به این گپ های شما حتما ما مهمانی هم می داشته باشیم که موضوع را واضح تر بسازه. تشکر از تماستان. تشکر، خواهش میکنم، زنده باشید. سلامت باشین. تشکر هموطن عزیز ما. دیگر رستم جان گله داشتم به خاطر آلودگی هوا و میگفتن چرا مردم مانی و این میشین که بیرون از خانه نبرین. خب ما به خاطر صحت مندی هموطنان عزیز ما هست که بیشتر میگیم کاری نداریم، بیرون از خانه نرین. از یک طرف کرونا، از یک طرف آلودگی هوا، واقعا وضعیت هم میفهمیم که برای اکثریت دشوار رو تنگ ساخته. اما وقتی که از خانه میبریم کار غریبی، چرا که مردم افغانستان واقعا فقیر هستن و نادار هستن اکثرتشان، وقتی میبرین از خانه میگیم لباس گرم بپوشن، ماسک استفاده کنن، به خاطر عزیز که خودشان خدای نخواستن ناجور نشن. ما نمیخوایم خدای نخواسته اونا بیرون نرن و کار نکنن و گشنه شب بخوابن و یکی در خانه یخشان بزنه. دقیقاً روی جان. و یک موضوع دیگه که در رابطه با آلودگی هوا و ویروس کرونا میخوایم شریک بسازیم است که خب آلودگی هوا زمانی که به ما آسیب میرسانه بر ما مضر میباشد، طبعا که به یک فرد در میان اعضای خانواده اگر یک فرد بیشتر در بیرون قرار داشته باشه، به خود از او میتونه خیلی آسیب برسانه و زمانی که دوباره پس به خانه میاد دیگر را اوقدر شانس مصابیتش زیاد نیست که مصاب بسازه. ولی اگر ما ویروس کرونا را مبتلا شیم به خانه بیاییم، همگی را میتونیم که مصاب بسازیم و خیلی راحت انتقال میکنه. این بود بخش بازتاب کرونا که تقدیمتان کرده. این بخش برنامه از طرف اتحادیه اروپا و انتر نیوز برای شما تقدیم گردید. اتحادیه اروپا مسئولیت محتوای آن را به دوش نمی. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.